من اعتقاد ندارم که آقای رضا پهلوی این سخنانی که گفتن کافی است و حتی صادقانه است، برای که ایشون در همین صحبت‌های خودشون میگن که باید دوری بگیریم از به اصطلاح کسانی که این کارا رو میکنن، از این حتاکیا. خب یکی از مشخصترینش همسر خود ایشون هستن، در اینستاگرام شعار مرگ بر ملا چپی مجاهد رو ایشون شروع کرد. نزدیکترین مشاوران ایشون و همکاران ایشون اصلا مبلغین این حتاکان هستن. مگه آقای رضا پهلوی نمیگن که باید از حتاکان دوری جست؟ مگه نمیگن؟ خب اینو در عمل نشون میدن، حرف که خیلی زیباست، ولی نگاه بکنید بعد از چند ماه، اینا چند ماه هم دور بر هم نبودن، از اون نشست جورجتان بگیرید تا منشور، الان حتی من فکر نمی کنم اینا یک بار دیگه دور هم بتونن بکشینن، اینقدر به هم ناسزا گفتن. آقای رضا پهلوی آخه دفعه چندمه شما توی شورا توی تشکر میرید به هم میخوره، پا میشید میاد بیرون؟ آخه شما که این همه توی تلویزیون فان ریزین کردید برای اون، این همه توقع ایجاد کردید، آخه مسئولیت ندارید؟ من فقط منظورم آقای رضا پهلوی، بقیهشون بشنن رو راست باید بگن این رو به مردم. یه بهانه شده هر کار بدی رو که ادعا میکنن میندازن میگن سایبریا بوده. به نام آقای فرودی عزیز، افراد به نام، به نام طرفداران شناخته شده سلطنت، مشاوره نزدیک آقای رضا پهلوی، همسر ایشون سردمداران این جریانات هستن. سایبری کدوم است؟ آخه یکی دوتا که نیست آقای، اصلا صحبت سایبری چیه؟ خب وقتی ایشون میشین آقای رضا پهلوی جلوی دوربین میگه من میخوام صندوق درست کنم، چند هزار کارگر رو پول بدم که اینا اعتصاب کنن، احتیاج به تو خیابون رفتن، این صحبت های خودشون. کسی که کوچکترین اطلاعی از ایران داشته باشه، از سیستم امنیتی، از حسابات کارگری، نحوه پول جمع کردن در خارج، میدونه این حرف یا یه دروغ یا گزافه‌گویی یا ساده لوحی است. گسست، اختلاف، شکاف، هر چیزشو بذاریم، اینا جدی و واقعی، همه اینا رو که نمیشه که با سریش به هم چسبوند. واقعیت نحوه کنار آمدن افراد هم یه الزاماتی داره، یه حساب و کتابی داره، همینجوری که با نشستن توی دانشگاه جورجتان تون یه بیانیه دادن که مسائل حل نمیشه. ما یه جریانی داریم که یه تلویزیون تمام قد من و تو، یه تلویزیون دیگه 50% ایران اینترنشنال، ایندیپندنت فارسی 50% وایس اف امریکا، صدای آمریکا، اینا پشتشن، یه سری جریانات خارجی پشت اینان، تبلیغات روزمره اینا، یه حبابی هم برای خودشون درست کردن با این فاکس نیوز فارسی، یعنی من و تو، یه حباب درست کردن برای خودشون، هی حرفای خودشون تکرار میکنن، استدلالای خودشون تکرار میکنن، دشمنی با دیگران افزایش میدن. من آخرین دفعه که قبل از بیماریم بود خدمتتون بود گفتم آقای فرودی این جریان مثل یه نارنجک میمونه در میان اپوزیسیون عمل خواهد کرد، مال 5-6 ماه پیش گفتم مثل نارنجک عمل میکنه، ببینید چه کرده تا امروز.